در برابر حملات باند خامنه‌ای به باند روحانی و شرکا در مورد برجام و برجسته کردن شکست برجام، روحانی و دار و دستش با تکیه بر اینکه ما بالاخره تونستیم اگر نه همه تحریم‌ها، بخشی از اونها رو اما برداریم و مانع رو از سر راه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی کنار بزنیم و حجت و بیانشون در این مورد قراردادی بود که با شرکت نفتی توتال بسته بودن، اما الان صحبت از اینه که توتال اعلام کرده از قراردادی که با رژیم بسته بود از ترس تحریم‌های آمریکا کنار کشیده و این باند روحانی رو حسابی به تنگنا و مخمصه انداخته و جنگ بین دو باند بر سر برجام و تحریم‌ها رو وارد مرحله جدید کرده. گزیده‌ای از خبرهای مربوط به این جریان از نظرتون می‌گذره. سایت حکومتی مشرق 24 آبان مدیر توتال: تحریم‌ها برگردد، در توافق با ایران تجدید نظر می‌کنیم. اگر ساختار تحریم‌ها علیه ایران وجود داشته باشد، ما باید با دقت به آن توجه کنیم. ما با آمریکا کار می‌کنیم و دارایی‌هایی در آمریکا داریم و به دنبال دستیابی به دارایی‌های بیشتر در این کشور هستیم. روزنامه کیهان 24 آبان مدیر توتال پاتریک پویانه گفته است: در صورتی که چارچوب قانونی داشته باشیم، می توانیم توافقمان را با ایران به طور قانونی ادامه دهیم. اما در صورتی که نتوانیم، به دلایل قانونی و تغییراتی که در ساختار تحریم‌ها اتفاق می افتد، به این توافق ادامه دهیم، باید در توافقمان تجدید نظر کنیم. این اتفاق در حالی است که قبلا برخی مقامات مانند وزیر نفت می گفتند امکان بدعهدی مدیر توتال وجود ندارد، ضمن اینکه امکان ندارد تحریم‌ها برگردد. خبرگزاری حکومتی تسنیم 24 آبان دعوت کمیسیون انرژی مجلس از وزیر نفت برای توضیح درباره قرارداد توتال. وزارت نفت در برابر توتال مسامحه کاری می کند. رفتارهای این شرکت نشان می دهد که انگیزه و رغبتی برای اجرای قرارداد ندارد و باید وزیر نفت در این باره پاسخگو باشد. حسن رند عضو مجلس ارتجاع 24 آبان شرکت توتال اعلام می کند که خود را با سیاست های آمریکا تنظیم می کند و اگر بخواهد از قرارداد خارج شود، زودتر این کار را انجام می دهد تا خسارت کمتری را پرداخت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در واقع به قوانین حقوقی و قراردادهای بین المللی بی‌اعتنایی شده است و می تواند شروعی برای بی‌توجهی به تمام قراردادهای بین المللی باشد و در ضمن به اعتبار شرکت توتال نیز خدشه وارد می شود. جعفرزاده عضو مجلس ارتجاع 24 آبان باید در حوزه دیپلماسی حقوقی فعالتر عمل کنیم، چرا که بعد از تحریم‌های کاتسا از سوی آمریکا با مشکلات حقوقی بیشتری در زمینه قراردادها از جمله توتال مواجه خواهیم بود. خبرگزاری مهرآخوندی 24 آبان تأجیل توتال در موضع‌گیری ناامیدانه درباره تحریم‌های احتمالی ایران نشان می‌دهد بازگشت تحریم هیچ ریسکی بر دوش توتال ندارد و تمام ریسک متوجه ایران است.